سلام به همه دوستان عزیز. پاراشا این هفته هست پاراشا چفتیم. تو پاراشا چفتیم آخرش میبینیم که وقتی یه آدم کشته پیدا کردن بیرون از شهر، پس ربانیما حاخامای شهر نزدیک میان و دستاشون رو میذارن روش و میگن ما اینو نکشتیم، خدایا کپر کن واسه قومت که این خونش. و خخمیم میپرسن آیا ما فکر کردیم که حاخامهای شهر قاتلن اونا کشتنش؟ نه، الا منظور هست که خخمیمای اون شهر میان میگن ما ندیدیمش و گذاشتیم بره از شهرمون بدون قضا بهش بدیم، بدون اینکه نوشیدنی، بدون اینکه بدرقش کنیم. این آدم باید بدون بدرقه مهمون انقدر چیز مهمیه. یه مهمون اومده بهش قضا بده واسه راه، یه نوشیدنی سرد بهش بده، باش برو. چرا؟ چون که اگه بهش چیزی ندی، قضا نداشته باشه، گرسنه بشه، تشنه بشه، سر راه کی میدونه در خطر میفته، یا اینکه دور از جون شروع میکنه آدمای دیگه رو بدزده و خودش در خطر میفته. این احتیاط خیلی مهمیه. آدم یه مهمون میاد پیشت، بدرقش کن، باهاش اقلا دو متر از خونت برو بیرون. نوشته گمارا میگه که یه آدم بود که دو تا جاسوسای که یهوشوا فرستاد، پس این آدمه بدرقشون کرد. چجوری؟ با دماغش یا با دستش، فقط بهشون نشون داد دروازه شهر کجاست. این حساب میشه بدرقه. و به خاطر این اجرش چی بود؟ گمارا میگه که رفت و یه شهر ساخت، اسم شهره هست لوز. این شهره به خاطر اینکه این آدم ساختش، پس چیه؟ درجهش چیه؟ که مخصوصیت این شهر اینه که شیطون توی این شهره وارد نمیشه. کسی که میخواد، هیچ اجازه ای نداره کسی رو بکشه تو اون شهر. این شهره کسی نمیمیره. کسی که میخواد بمیره میره بیرون از شهر. ببینین چقدر اهمیت داره بدرقه کردن مهمونو. به صورت یه جوک میگن یه کسی بود بدرقه کرد مهمونشو، باهاش رفت بیرون. پس مهمونه که نفهمید چیکار داره میکنه، صابخونه گفت نترس نترس، بر نمیگردم، نترس نترس، راهو میشناسم، میرم، نترس. ولی این مصیبت خیلی مهمیه. ان شاءالله خدا کمکمون بکنه که همیشه همه رو احترام بدیم و به عزت هاشم خوشحال کنیم. امن و امن.